بشر بر همه بشر موهبت‌هاش
تقسیم کرد و قسمت کرد. نافذ مشیته، نفوذ دهنده مشیت خدا است. یعنی مشیت از مشایمشی است. مشا یعنی راه رفت. مشیت یعنی روش، راه رفتن و روش خود را نفوذ داد. یعنی در جهان هرچه که هست مشیت او و خواسته او و راه و روش اوست که اعمال می شود. غیر از مشیت الهی هیچ کاری انجام نمی شود. هر چند که انسان ها بخواهند در برابر مشیت الهی بایستند، باید بدانند که در برابر مشیت الهی خواسته الهی هر کسی نخواهد توانست بایسته. و گفتند چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس خوف کند ریشش بسوزد. عامیانه است ولی خب یک امر حتمی است. و انقاد کل جبار فی زمام ظلم به حسن تقدیره و انقاد کل جبار. انقاد منقاد کرد، مطیع کرد، فرمان بردار کرد. کل جبار، تمامی جباران و جبر کنندگان، تمامی زورگویان، آنهایی که زور میگویند. جبار فقط خداوند است و جباریت برای او شأن است و درجه هست، نه بدی. خداوند جبار است، یعنی هر چه که هست در جبروت او، در عالم جبروت او تمشیت می‌یابد و هر چه که او جبر می‌کند و درست می‌کند آن انجام خواهد شد. او جبر مطلق رو بر همه انسان‌ها می‌تواند اراده دهد. اما این جباریت برای دیگران درست می‌شود، چرا که آنها حق جبر ندارند. چرا می‌گویند انسان‌های جبار زشت خو هستند و مناسب نیستند؟ از این جهت که جباریت کار انسان نیست. همچنان که تکبر چنین است، متکبر بودن برای انسان‌ها بسیار صفت زشتی است، اما برای خداوند بسیار صفت زیبایی است. چون که چرا؟ دلیل واقعی دارد. چون از او تکبر برمی آید. او می تواند تکبر کند، می تواند بزرگی و کبر به خرج دهد، می تواند بگوید که من بزرگ هستم، چون بزرگ است، الله اکبر است، همه چیز بزرگتر است. بنابراین کبریایی فقط شایسته اوست. اما کسی دیگر اگر بخواهد تکبر کند و خود را کبیر بداند، کبر ورزد، او البته کفر ورزیده است و او حق ندارد چنین. جباریت هم چنین است، برای خداوند بسیار حتمیست. خداوند جبر مطلقش بر همه جهان جاری است. اما جباریت برای انسان که دیگران را جبر کند صحیح نیست. حتی خداوند به پیامبر خود اجازه جباریت نداده است. انما انت مذکر ای رسول، انما این است جز نیست، انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. لست علیهم به مسیطر، تو بر ایشان سیطره یابنده نیستی. تو حق نداری بر مردم جبر روا کنی، حرف حق را حتی با جبر و زور به مردم بگویی، چون این چیزی صحیح نیست. اما جباریت و کبرانیت مخصوص خداوند متعال است. و انقاد کل جباره و منقاد کرد، مطیع کرد همه جباران را فی زمام ظلم، در زمام ذلت. زمام یعنی فرقه، قسمت، برای افسار هم آمده است، برای دهنه اسب و گاو و الاغ هم آمده است. زمام یعنی افسار. میگه افسار ذلت رو با حسن تقدیرش بر آن جباران میدهد. کسانی که بخواهند بر خلق الله جباری کنند و ستم کنند، خداوند آنها رو منقاد در زمان ظلم میکنند. و استکان کل کائنا فی میادین صنعه و تدبیره. و استکان و طلب
وجود کرد، طلب کون کرد، کل کائن تمامی موجودات را فی میادین سلطه، در میدانهای صنعتگری خود، در میدانهای آفرینش خود، خلقت خود و تدبیر و فی میادین تدبیر، در میدانهای تدبیر تدبیر کرد همه چیز را. تدبیر از دوبار میاد، دوبار یعنی پشت سر، تدبیر یعنی اینکه انسان کاری را بکند دوباره به پشت مسئله، به انتهای قضیه، به آخر مسئله توجه کند. به این میگویند تدبیر. تدبیر یعنی اینکه انسان کار را که شروع میکند فقط به شروعش توجه نکند، بلکه به انتهای آن هم توجه کند، به دوبار آن، به پشت این کار هم دقت کند. بنابراین تدبیر از آن کسی است که اول کار را نبیند بلکه آخر کار را مشاهده کند. این شخص دارای تدبیر است و این شخص را مدبر میتوان گفت. احمد و هو حمد میگویم آن خدای را، والحمد و مدعا و به زوایر نعمه، و در حالی که حمد مدعا هست، خواهش ما هست برای زیادی نعمت های او. خب گفتن که خداوند این نعمت ها را میدهد، بنابراین باید حمد نعمت های خدا را کرد. و در روایات هست که هر کسی حمد خدای را بکند نعمت های او هم زیاد خواهد شد. کسانی که حمد نمی کنند، شکر نمی گویند نعمت های الهی را، البته او دچار معیشت سختی خواهد شد. از این جهت است که هر کسی که شکر می کند به داده های او، به او بیشتر می دهد. هر کسی که شکر نکند در آن حد خاص خود خواهد ماند. من اعرض از آن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، هر کس از ذکر من روی گرداند برای او معیشت سختی خواهد بود. و الحمد مدعا و لزوایر نعمته، حمد خواسته ما هست از او به خاطر زیادی نعمتهایش، به خاطر که نعمتهایش را برای ما زیادتر فرماید. و اشکره و شکر میگویم او را، و شکر مستزید و لغرای بکرمه، و شکر زیاد میکند چه چیز را، غرای بکرمه. ما با کلامت الهی آشنا هستیم، خیلی به ما کرم کرده است، لطف کرده است، ولی یک کرائم قرائب هم دارد خداوند، این قریب است، دور است، به هر کسی این کرامت هایش را نشان نمیدهد. به چه کسانی خداوند قرائب کرائم خود را نشان میدهد؟ کسی که شکر کرده باشد، کسی که شکر گذار باشد، و این البته امر بسیار مهمی است. سعدی فرمود هر نفس که فرو می رود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات. از در هر نفس دو نعمت موجود، و بر هر نعمت شکری واجب. اعمل و آل داود شکرن و قلیل من عبادی شکور. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. بنده همان به که تقصیر خویش عوض به درگاه خدای آورد. بعد در آن دیباچه بسیار زیبای گلستان می‌فرماید که انسان فقط برای نفسهایش نمی‌تواند شکر کند. حتی وقتی می‌گوید خدایا شکر، یک بازدمی داد بیرون که آن هم شکری، بر هر نفس شکری واجب است، و هر نعمت شکری واجب است، و بر هر شکری هم شکری واجب است که خدایا تو را شکر که من توانستم تو را شکر بگویم. بنابراین انسان هر شکری که می کند برای اینکه توانسته از شکری کند، شکر دیگری لازم است. اگر شکری کرد دوباره برای آن هم شکری لازم است، و انسان هرگز از عهده شکر او بر نخواهد آمد، حتی برای یک نفس، حتی برای شکر. اما کسی که شکر می کند مستزید است، طلب زیادت می کند برای قرائب کرائمش، برای کلمهای بسیار دورش، بسیار عجیبش، بسیار قریبش. و اشهد ان لا اله الا الله، شهادت می دهم که
که الهی جز الله نیست، وحده او یگانه است، لا شریک له، هیچ شریکی ندارد، و اشهد ان محمد رسول الله، و شهادت میدهم که محمد رسول الله است، الملک الخلاق المبعوث الى مکارم الاخلاق. رسول الله ملک الخلاق، رسول خداست که ملک است، از صفاتی است که خداوند به خود داده، ملک یعنی پادشاه و فرمان روای کل وجود است. الخلاق و بسیار خلق کننده و بسیار آفریننده هم است. خب المبعوث الى مکارم الاخلاق که میتواند تمییز باشد، مبعوث شده برای مکارم اخلاق، فرمود که می بایست و لأتمم مکارم الاخلاق، من هدف از خلقت رو می فرماید که من مبعوث شدم لأتمم، یا تا اینکه تمام کنم مکارم اخلاق، مکرمت ها و کرامت های اخلاقی را. من آمده هم که انسان ها رو به کرامت های اخلاقی باید. چقدر زیباست و چقدر بدند آنهایی که بی اخلاقی می کنند در دین حضرتش، و آن کرامت اخلاقی که هدف بعثت حضرت رسول بوده از رو نادیده می گیرند. هدف بعثت رسول چیز دیگری نبوده است، حتی مثلا تشکیل حکومت هم نبوده است، تشکیل حاکمیت هم نبوده، هدف او اتمام مکارم اخلاق بوده است. و اصلی ترین موضعی که حضرت ایشان داشتن این بود که همیشه اخلاق و مکرمت های اخلاقی رو ایشان برای انسان ها لازم می دانستن و خودشان هم رفتار چنین داشتن، خودشان هم تمامی مکارم اخلاق رو به غایت و در نهایت انجام می رساندن. المبعوث الى مکارم اخلاق، الباعث به حسن العمل، و باعث یعنی برانگیزنده، بعثر یعنی برانگیزنده، بعثت هم یعنی انگیزش. الباعث یعنی برانگیزاننده به حسن العمل، به عمل نیکو، همه رو به حسن عمل دعوت فرمود. الناهی عن اتباع الهوا و الضلال، او که نهی کرد از اتباع و تبعیت و پیروی هوا و هوس و زلل. زلل یعنی لغزش ها. میدانید که زلل با لام مشدد با هر چهار ز که داریم در عربی همش معنی داره، چهار تا ز هست، اگر زلل با زای معلق باشد یعنی به معنی زبر و سایه هست، زلل یعنی سایه انداز، اگر با زاد باشد به معنی گمراهی است، یعنی ولی از زالی مثلا میگوییم یا زلون هم و اونها که در قرآن هست، اگر با زا باشد مثل اینجا زلل یعنی لغزید، پایش لغزید و در سختی افتاد، و دیگری زلل با زاد هست که معنای زلت و بدبختی است. اینجا این زلل به معنای لغزش است. الناهی عن اتباع الهوا و الضلال، نهی میکند از تبعیت هوای نفسانی و لغزش ها. صلی الله علیه صلوات خداوند بر او و علی آله و بر آل او و اصحابه و ازواجه و صحابه‌اش و همسرانش، الطیبین الطاهرین، که همه طیب بودند و طاهر بودند، و سلم تسلیما کثیرا، و تسلیم شد تسلیم فراوان، و سلام بر او باد، سلم و سلامتی بر او باد بسیار و فراوان. مناجات ملکا یعنی خداوندا، این ممالیک و عبید و نیازمندان، ممالیک
جمع مملوک است. مملوک یعنی کسی که عبد است، برده است و از آن خود نیست، ملکیتش از آن خود نیست. انسان های حر مالک جان و بدن خود هستند، اما مملوکین بدنشان مال دیگری است. اما مسئله بردهداری که زمانی مطرح بوده است، عبید هم یعنی برده، عبد، و عبید جمع عبد است یعنی برده ها. این ممالک و عبید، ما همه عبد او هستیم، بنده او هستیم، برده او هستیم، یعنی هیچ اختیاری از خودمان نداریم. نیازمندان که به نیازهای صادق و نیتهای خالص در این موضع جمع آمدند به امید رحمت تو، همه را به سعادات و مرادات دین و دنیا آراسته دار. خب اینها روشن دیگه. این جمعی که آمدن در مجالس مولانا، در مجلس وعظ مولانا نشستن، میفرمان خدایا اینها نیازهای راست دارن، نیازهای صادق قانه دارن، نیتهایشان خالص است، همه در اینجا جمع شدن و به امید رحمت تو و همه را به سعادتها و مرادهای دین و دنیا آراسته گردند. امداد الطاف خود را از هر یک باز نگیر. نمی فرمد الطاف خود را باز نگیر، میگه امداد الطاف خود. این لطف باید امداد شود، یعنی یاری رسانده شود. این امداد بسیار مهم است، این مدد بسیار مهم است. مدد گرفتن همه چیز هست، اما مددی لازم است و شایسته است و بایسته است که انسان بتواند به نهایت آن دست پیدا کند. اینجا لطف الهی همیشه هست، ولی تا امداد الهی نباشد، آن لطف در حد اکثرش و حد اعلایش به انسان تعلق نخواهد گرفت. آن امداد بسیار مهم است. خفتگان خواب غفلت را به تنبیه لطف خود بیدار گردان. آنهایی که در خواب غفلتند و تو را نمی ستایند، هم به تو را نمی گویند، شکر تو را بر زبان جاری نمی کنند، این اشخاص را به تنبیه، تنبیه یعنی هوشیار کردن، از نبه میاد. نبه یعنی هوشیار کرد، تنبیه یعنی هوشیار کردن دیگری. به تنبیه لطف خود بیدار گردان، این لطف رو بفرست تا اینها رو بیدار کنند. نمیگوید با قهر بیدارشان کن، میگوید با تنبیه لطف بیدارشان کن. اساساً باید چنین باشد، اساساً باید با سخن و با لسان لین و نرم با مردم سخن بود. غیر از این هر راهی باشد معطوف به شکسته است. لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک. قرآن فرمود که ای رسول، لو کنت فظاً، اگر سختگیر بودی، غلیظ القلب، قلبت غلیظ بود، رقیق و قلب نبودی، لانفضوا من حولک، از دورت پراکنده می شدند. مگر تو چه می دهی به مؤمنان که دورت بمانند؟ به ایشان پول میدهی، به ایشان امکانات میدهی، پیغمبر به یارانش چه میداد؟ هیچ نمیداد، بلکه یارانش دچار سختی ها و عذابهای فراوان میشدند. اما با لطف عمیم خود و با خلق عظیم خود اینها رو به سمت خود میکشانید. با رقت قلب مشهور است که هیچ وقت پیامبر غذا نمیخورد به تنهایی، مگر اینکه صحابهش را هم دعوت میکرد. در خانه خود چیزی نداشت، ولی وقتی که برای دو نفر، سه نفر غذا داشت، معلوم بود که برای بعد هم هیچ غذایی نداره. میامد، حضرت رسول می‌نشست، چند نفر از یارانش را دعوت کرد، بیایید با هم بخوریم. می‌خوردند و تمام می‌شد. پیغمبر شب غذا نمی‌خورد، فرداش غذا نمی‌خورد، روزه می‌گرفت، چون نداشت. اما چنین نبود که بگوید من نگه می‌دارم برای خودم، من احتیاج دارم، اینها یه چیزی پیدا میکنن میخورن، ولی من نمیتوانم. حضرت خدیجه فرمود که در اوایل اسلام آنقدر هر کسی میآمد، چون
فقیر بود اسلام و مردم چیزی نداشتن، مسلمانان مؤمنان می آمدن نزد پیامبر، شاید یه غذای پیدا شد بخورن، هر چی که داشتیم رو پیامبر به آنها می داد، خودمون گرسنه می خوابیدیم. از خدیجه فقط 3 روز 4 روز چند روز پشت سر هم ما هیچ غذایی نداشتیم، نمی خوردیم. غذای من غذایم را می دادم به مسکینان، به کسانی که نداشتن، هم پیغمبر می دادم. این روش ها بوده است که اینقدر نام این بزرگان، اینقدر تا جهان جهان هست، تا جهان باقی است، نام این حقیقت بزرگ، نام حضرت محمد صلوات الله علیه همچنان پا بر جا خواهد بود. مولانا خیلی زیبا اینها رو میگوید در مثنوی که ببینید نام چه نامی است، نام او علو پیدا خواهد کرد و برتر از این خواهد بود، چرا که کاری کرده است که در جهان نمونه است. خفتگان خواب و غفلت را به تنبیه لطف خود بیدار گردان، شجره نهاد حدیث را به ثمره طاعات آراسته گردان. نهاد هر کدام یک شجره ای دارد، یک درختی دارد، این درخت را با ثمره طاعت آراسته کن. خب درختی بدون برگ فایده ندارد، درخت باید ثمره و میوه داشته باشه، میوه آن چیست؟ ثمره اش طاعت است، اطاعت است. این که خداوند ما را رویانیده است، میوه وجود ما چه میتواند باشه؟ اطاعت حق تعالی میتواند باشه، طاعت حضرت حق میتواند باشه. پادشاه وقت، پادشاه وقت چیست؟ خداوند است، شاه معظم، بسیار عظیم است، که ملجع اقاصی و ادانی روی زمین است. اقاصی جمع اقصا، ادانی جمع ادنا. اقصا یعنی خیلی دور، دورترین جاها، ادنا یعنی نزدیکترین جاها، یعنی از اینجا خیلی دورتر و خیلی نزدیکتر. تمامی اقاصی و ادانی روی زمین او را پناهگاه خود می دانند. ملجع یعنی پناهگاه، لجع یعنی پناه گرفت، ملجع یعنی پناهگاه شخص. هر کس در جان باشد به او پناه برد، از تاب آفتاب نوائبش نگاه دار. نوائبه یعنی آن سختی ها، از تاب و از گرمای آفتاب نوائب او را و سختی ها دور دار. قاعده ملک مستقیمش را به امداد و حفظ و اصناف تعیین مؤسس داره. خب فرمود قاعده ملک مستقیم، ملک مستقیم است، یعنی استقامت دارد، قوام دارد و همیشه کیست، پیوسته است و دائمی است، مستحکم است، مستقیم یعنی مستحکم. ملک او، فرمان روایی او، قاعده فرمان روایی او را به امداد و حفظ، به امداد حفظ جا با اضافه افتاده است، به امداد حفظ و اصناف تعیید مؤسس دار. امداد حفظ یعنی مددهایی که برای حفظ این جهان می کنند و اصناف تعیید صنفها و گروهها و گونه های تعیید حضرت حق مؤسس دار، یعنی اساس و بنیانش را مستحکم کن. رایت دولتش را به آیت نصر و طغرای سعادت و فیروزی و بهروزی آراسته داد. رایت یعنی پرچم، رایت چیزی بود که برای فرماندهان و ممالک قرار می دادن، هر کدام یک نشان داشته، مثل پرچم های کشورهای که اکنون داریم. رایت دولت، دولت یعنی بزرگی، سروری، عظمت، دارایی. رایت دولتش را به آیت نصر، به آیه های یاری و طغرای سعادت و فیروزی و بهروزی آراسته داد. طغرا یک فرمانی بوده است که پادشاهان بر روی یا بر روی پرچم مانندی می نوشتن، اونها را در دست می گرفتن و به همه می فرستادن و همه آن دستورها و فرامینی که آن پادشاه داشته است و به شکل خیلی
خلاصه نوشته میشد در آن می آوردند و این تقریبا طغرا میشد. این را این طغرا رو به همه جا می فرستادند که بدانند آیین این شاه چیست، قوانین خاص این شاه چیست. هر کسی طغرایی را به اقصا نقاط مملکت ها می فرستاد و آن در حقیقت به منزله قانون اساسی یا قانون آنها بوده است. دستورالعمل هایی بودند که پادشاهان بر روی پرچم‌ها و رایت ها می نوشتند یا خود به شکل خاصی تزیین می کردند و به آن طغرا می گفتند. این طغرا به دست هر کس که می رسید او بسیار مکرم بود، بسیار انسان بزرگی بود که طغرای پادشاهی به دست او رسیده، دستور پادشاهی به دست او رسیده. طغرای سعادت، طغرایی که در آن سعادت پیروزی، همان پیروزی و شادکامی و بهروزی و روز بهروز خوشروزی و روز خوب رو دارد. طغرای او طغرای سعادت و پیروزی و خوب زیستن است. اقالیم ربع مسکون را از معدلت و سلطنت او سالهای دراز خالی مگردان. اقالیم اقلیم ها، اقلیم یعنی سرزمین ها. ربع مسکون، علما گمان می‌بردن که یک چهارم زمین مسکون است، در یک چهارم کره زمین سکونت واقع است، به خاطر همین گفتن ربع مسکون. مشهور است تا مدت قبل ربع مسکون می‌دانستند. گویا حالا خیلی هم غلط نبوده است، چون قبل از اینکه مثلا به طرف آمریکا برون، از طرف اروپا یا جاهای دیگر در استرالیا، این جاها که خیلی از انسان‌ها خبری نبود، از انسان‌های بدوی در آنجا بودن، ولی انسان‌های متمدن امروزی در آنجا نبودن. بعدها اینها رفتن، ولی خب به هر حال آن زمان فکر می‌کردن که ربع مسکون است، یعنی سه چهارمش رو آب و یک چهارمش رو خاکی می‌دانستن، که می‌گفتن فقط در آب که کسی ساکن نمی‌تواند باشد، بنابراین ربع مسکون همینجا هست، اشاره به آن است. اقالیم ربع مسکون، یعنی اقلیم هایی که ربع مسکون آن زمان مردم سکنا داشتند رو از معدلت، عدالت و سلطنت و سلطه او سالهای دراز خالی مگردان. انصاب و ارکان دولت را که کلاه جاه از خدمت او یافتند، یاران و ارکان دولت او که کلاه جاه. خودما برای اینکه جاه را نشان بدهند اما تاج رو تاج بر سر می‌گذاشتن. این تاج هایی که بر سر می‌گذارن، کلاه‌های از این که بر سر می‌گذارن، نشانه جاه از آن پادشاه مجلل است، از جاه از خداوند است. و کمر طاعت او برمیان دارن، معمولا کمر بستن نشانه اطاعت از شخص بوده است. همه را سعادت و اقبال افزون دارد، و همشون سعادت و اقبال، اقبال یعنی خوشبختی در برابر ادبار که معنای بدبختی و نبودبختی است. مجلس مولانا فلان و ملت و دین، نصیر الاسلام و المسلمین، ناصر الملوک و السلاطین. خب اینها رو هم باید ترجمه کنیم. مجلس مولانا فلان و ملت و دین، مثلا میگن عزیز و ملت و دین، یا مثلا عظیم و ملت و دین. یک فلان که گفته یعنی همه اینها رو میتوان برای این اشخاص بیان کرد. نصیر الاسلام و المسلمین، مثلا میشه گفت نصیر الملت و دین، یا مثلا ناظر الملت و دین. ملت یعنی آیین، دین هم یعنی دین. اینجا ملت معنای آن ملت امروزی نیست، ملتی که در متون مثلا قبل از 200 سال قبل هست. از 200 سال به بعد تقریبا کلمه ملت به معنای مردم یک کشور مطرح شد. بنابراین ملت دولتی که در غرب و در اروپا مطرح شد و سپس در امریکا مطرح شد، نظری ملت دولت، ملت به خاطر این بود. ولی اصل ملت تا مثلا متون قبل از 200 سال، 250 سال، نهایتا 300 سال به معنای دین ها و آیین ها بود. ملل
یا ملت ها معنای دین ها بوده است. ملت عاشق ز ملت ها جداست. یه جایی هم که علت عاشق ز علت ها جداست. این ملت عشق چیه؟ یعنی ملت عشق، نه ملت، نه مردم عشق، بلکه یعنی دین عشق. این ملت که گفته می شود معنای دین است، نه به معنای مردم. تذکر بسیار مهم است. الملت و الدین، نصیر الاسلام و المسلمین، نصیر یاور اسلام و مسلمین است، ناصر الملوک و سلاطین. چون بیشتر از همه ملوک و سلاطین به نصیحت احتیاج دارند، او ناصر ملوک و سلاطین است. قام البدعه، برکننده بدعت ها. بدعت یعنی نوآوری در دین. یه چیزی که در دین وجود ندارد انسان بیاید به خاطر منافع شخصی خود، به خاطر مقام، آنها رو بیاید مطرح کنه. ناصر شریعت، یاور شریعت محمدی، منشن نظر، انشاء کننده و به وجود آورنده نظر. انشاء یعنی به وجود آوردن و آفریدن. میگفتم مثلا انشاء بنویسید یعنی که چیز را بیافرینید. املا یعنی اینکه یک کسی بگوید، یک کسی دیگر بنویسد. جان میگم املا. ولی انشاء این است که انسان از خودش در بیاورد و آن موضوع را از خودش بگوید. همان مفهوم انشاء و املا است که همه با آن آشنا هستیم. مفت البشر، افتاء دهنده و فتوا دهنده به بشر، که استاد ناصح و مربی مشفق این دعاگوی است. استاد است، ناصح است و مربی و مشفق است. و التفات خاطر مبارک وی به هیچ جا از احوال این دایی جدا نیست. دایی یعنی دعوت کننده، ابداع کننده. خب استادی داشته است که او یا اشاره به آن میکند یا هر کس دیگری که هست که مولانای مولانا بوده است. خداوندا این آراستگی ذات که او را داده ای سبب سعادت دین و دنیاوی وی گردان. آن دعایی که فرض و حتم است. فرض یعنی واجب، حتم هم یعنی حتم. فرض واجب دینی، حتم واجب عقلی. آن دعایی که فرض و حتم است و افتتاح و ختم سخن جز بدان دعا نشاید، دعای مادر و پدر است. که میگویم مادر و پدر را دعا که نشو و نما دهنده این نهادن. خب این نهاد رو آفریدن، نشو و نما دادن، پدر و مادر را همیشه در هر حال دعا کنید. و اگر پدر و مادرتان هستند، از آنها دعا بخواهید. بیشتر از این گفتن بزرگان که بیشتر از دعای مادر هیچ کس انسانی را به جایی نمی‌رساند. اگر مادری دارید به او بگویید، دستش را ببوسید و به او بگویید که دعایتان کند. آن وقت خواهید دید که خیلی از مسائل حل می‌شود. اگر هم ندارید که شما او را دعا کنید که در آنجا دعاگوی شما باشند. این دعای پدر و مادر بسیار مهم است که جوانان ما غالبا از این دورند. میگوید این مادر من است. خب یه اشکالاتی می‌بیند که در مادرش، در پدرش، و میگوید این چه دعا کنم من را خواست. دعا نمونت بویا بهتر است. من باید را دعا کنم. و این اشکالات باعث می شود که شخص معجب شود، متکبر شود. اما مادر هر چند که به نظر شما چندان هم انسان خوبی به نظر نیاید، بدانید که از شما بسیار بهتر است. و حتما دعای مادر رو داشته باشید. حتی در امور دنیوی اگر می خواهید حتی پول داشتنید، دعای مادر رو داشته. خداوندا ایشان را در پناه افضال خود آسوده دار. مولانا وقتی این را میگوید، یا هم پدرش و هم مادرش از دنیا رفتن، ولی چنان از آنها سخن میگوید که گویا که زنده هستن. میگوید که ایشان را در پناه افضال خود، در پناه فضل خود آسوده دار. یعنی معلوم است که اینها رفتن و در آن دنیا هستند، در پناه افضال حضرت حق هستند. همچنان که این ضعیف را به زیر پر و جناح تربیت خود بپروریدند، جناح و پر احسان خود بر سر ایشان داد. چقدر زیبا.
عوض کردن، از عربی به فارسی آوردن و گناه این که ما میگوییم اصلش عربی است، همان جناه است. جناه به معنای سمت و سو هست، جناه مثلا چپ جناه راست، و جناه به معنای باد است، باد بسیار بزرگی که فراخناک است و خیلی از چیزها رو در بر دارد. در قرآن هم آمد وقف جناح که علیه، خیلی لفظ زیبایی است. به پیغمبر دستور داد که وقف خفص جناح کن، یعنی ای رسول بالت را بر روی سر مؤمنان در آورد. وقف جناح کرده خفص یعنی پایین آوردن. تو که در بلند مرتبه ها داری سیر می کنی ای رسول، بار مبارکت را بر سر این خلق بیندن که همان حالت مهیمن می شود. مهیمن آن کبوتری است که فرزندانش را به زیر بالهای خود کرده باشد و خفص جناح کرده. خفص جناح به معنای عدم تکبر هم آمده است، به معنای در حقیقت تواضع هم آمده است، یعنی به مردم تواضع کن، فروتنی کن. پدر و مادری که نازارند، انبیا عقل و روح را دارند. پدر و مادر که ناز بکنند به انسان، انسان باید نازی به در مادرش را بکشد. انسان این کاش توفیق داشته باشه که ناز به در مادرش را بکشد. نمیدانم چرا جوانان ما اینقدر بیتوجه هم نسبت به پدران و مادران، خیلی بیتوجه هم و موجب تعصب بسیار شدید است. باید ناز به در باشه. انسان اصلا در این عرفان، در این عالم عرفان هیچ جایی نمیرسد مگر اینکه ناز پدر و مادرش را بکنه، نوکری پدر و مادرش را بکنه، خفص جناب کنند، در پیش آنها ذلت بپذیرد، ذلیل پدر و مادرش را بکنه، آن وقت از اون میتواند به جایی برسد. چرا این همه مشکلات معنوی، مشکلات مادی وجود دارد؟ یکی از علتهایش همین است که پدر و مادر تعبد پدر و مادری که نازارند، انبیا عقل و روح را دارند. خب انبیا یک روایت است این که پدر عقل است و مادر روح است. پدر به منزله پدر به معنای عقل است و مادر به منزله روح است. بسیار زیباست. بزرگان و خیشان و دوستان که اینجا جمع آمده اند، همه را در نور حضور رحمت خیش قرار داد، همه را به دارالسلام جمع کردن. این دارالسلام مونومنیا خیلی چیز عظیم است. دارالسلام همان دارالاسلام، به دارالسلام همان بهشت است. یکی از نامهای بهشت دارالسلام. مولانا می فرماید که این دهان رو بیاییم ما دارالسلام. دارالسلام یعنی چه؟ داری که خانه سلامت است، همه با هم در سلم و آشتی و راستی و پاکی و صدق رفتار میکنند. هیچ دروغی بینشان نیست، هیچ بدی، هیچ سخن زشتی بینشان رفتار دارند، هیچ کینهی، حسدی، هیچ دروغی وجود نداره، هیچ غیبتی نسبت به دیگران نیست. ما چقدر با این دارالسلام فاصله داریم؟ اصلا اسمش رو هم نشه. این دارالسلام جای عجیبی است. مولانا در جاهای دیگر به این کلمه اشاره داره. دارالسلام دارالمؤمنین باید دارالسلام باشد. وقتی مؤمنان هم یک در کنار هستند باید دارالسلام باشد. این جمع ما، جمع صمیمی ما باید دارالسلام باشد. دار خانه سلامتی باشد. همه با هم دیگر در سلم و صفا و مهر و محبت و عشق رفتار داشته باشه. خب بهشت همینجاست دیگر. اگر انسان توانست دارالسلام ایجاد کند، بهشت همینجاست. ما چرا خانه های ما رو دارالسلام نمی کنیم؟ ما چرا نمی توانیم خانه های ما رو دارالسلام کنیم؟ چرا نمی توانیم مدرسه های ما، دانشگاه های ما، مکاتب ما، جاهای خوب ما، ادارات ما، جاهایی که هستیم اونجا رو دارالسلام کنیم؟ هی این غیبت او را می کند، او زیراب او را می زند.
این چه بدبختی است که ما در آن گرفتار شدیم. اصل اسلام همین دارالسلام است. یا اله العالمین و یا خیر الناصرین، به رحمتی که یا برهم الراحمین، هر که از ما کند به نیکی یا بشن در جهان به نیکی با. و این که گفتن از همدیگر به نیکی یاد کنیم. از همدیگر چه لزومی، چه اشکالی داره ما از همدیگر به نیکی یاد کنیم؟ چرا همش ما بدی های هم دیگر را میدونیم؟ از فلانی خوشم نمی آید. چرا؟ چون خلاف نظر من نزنده. چرا باید چون این باشه؟ چرا ما باید از کسی خوشم نیاید؟ این ایراد در درون ما هست. این مشکل از من هست که از کسی خوشم نمی آید. همه را دوست داشته باشیم. عاشق همه باشیم. همه انسان ها را دوست داشته باشیم. حتی دشمنان خود را دوست داشته باشیم. مخلص کلی این است. با هیچ کس موزه گیری نکنیم. راه حل این است. راه عشق این است. راه عرفان این است. و ما چقدر از این راه دور شدیم. هر که از ما کند به نیکی یادش اندر جهان به نیکی با. علمای ملت و واعظان و امت را سنت آن است که در افتتاح اقامت این خبر به حدیثی از احادیث طیبه سید اولاد بنی آدم افتتاح کنند. اکنون این دعاگوی مخلص میخواهد که بر همان صراط المستقیم قدم زند و در همان منهاج قویم سلوک نماید. خب بفرمایید که راهش این است که وقتی آغاز سخن میشود آن وقت این همه را در افتتاح خبر حدیثی از پیامبر گفته شود. حالا من هم میخوانم حدیثی از پیامبر رو اینجا برای شما بگویم. گر تو را بخت یار خواهد بود، عشق را با تو کار خواهد. اگر خوشبخت هستی بدان که عشق با تو کاری دارد. عمر بی عاشقی مدان به حساب، کان برون از شمار خواهد. اگر یک عمری به سر بردی و به عاشق نمودی، بدان که آن حساب محصول نیست. این حدیث را هم بخوانیم. و حدیث روی ان عمر بن خطاب رضی الله عنه انه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من خرج من ذل المعاصی الى عز التقوا اغناه الله بلا مال و اعزه بلا عشیره، و من رضی الله من الله بالیسیر من الرزق رضی الله عنه بالقلیل من العمل. خب میگوید که از عمر بن خطاب نقل است که گفت رسول خدا فرمود که هر کس از ذلت گناهان به عزت تقوا خارج شود، خداوند او را غنی میکند بدون اینکه مال داشته باشد. غنی است، بی نیاز است بدون مال، و عزیز است بدون عشیره و فامیل. و من رضی الله بعدی راضی شود از خدا به کمی از روزی، خداوند به کم از عمل برای او راضی می شود. ترجمه حدیث پارسی قبلان است که امیرالمومنین عمر خطاب رضی الله عنه، آن محتسب شهر شریعت، آن عادل مسند اصل طریقت، آن مردی که چون دوره عقل در دست امضای اقتضای عقل گرفت، ابلیس را زهریان نبود که در بازار وسوسه خیش به تکراری و دزدی جیب دلی بشکافد. اینها روشن است که معنای چیز که این شیطان لیفر رو منزل دومه. شیطان از سایه عمر فرار میکند. عاشقی بود بر حضرت که هرگز نفاق راه وفاق رو نزد. صادقی بود در خدمت که هرگز دهر کنه نه به روزن خیانت فرق دیانت بود شرب نکرده بود. مداهنه یعنی مجامله، چاپلوسی، سر کسی را شیر مالیدن، و به قول معروف نظر قدامان بوده که سرش رو دهن یعنی روغن، یعنی سر کسی رو روغن مالیدن. زهره دارد حوادث تدبی که بگردد به گرد لشکر ما به پر میپریم سوی فلک، زان که عشق است اصل و جوهر ما. حواس طبیعی نمیتواند به گرد لشکر ما بگردد، و
و ما با پر به سوی فلک میپریم، چرا که اصل ما همان عرش است. لو لم و بس لب و است یا اومد. این هم یک روایتیست که به نظر شیعه مجهول است و جهلیست، که اگر من مبعوث نمی شدم، ای اومد تو مبعوث می شدی به پیامبر. این حدیث در مورد حضرت علی هست که گفتن لو لم و بس لب و است یا علی. بعد این علی رو اهل سنت برداشتن به جاش عمر گذاشتن، خب حالا اشکال نداره. همین روایتی هم که هست در اینجا، این روایت از امام صادق است در اصول کافی و در جاهای دیگر بروید و ببینید. این حدیثی که از زبان پیامبر گفته شده و اینجا مولانا میگوید که از عمر است، این در حقیقت از امام صادق از ابی عبدالله علیه السلام است و غالبا در کتابهای خودشان هم این به آن ناظر است. حال در حال تقیه بوده مولانا یا چه اتفاق افتاده است که این رو از زبان عمر گفته است، یا آن کتابی که دست ایشان بوده است این رو از عمر نقل کرده است، جای خود بماند. ای مخاطب خطاب حسبک، حسبک یعنی کافی است را، و ای معاتب اطاب و منت تبعکر، هر کس تو را تبعیت کند، یعنی عمر هم از رسول تبعیت کرده است. اگر مرا که محمدم به پیغامبری از حجره دولا کلم آخرق و اخلاق بیرون نفرستادندی، تو را که عمری به حکم عدل اهمیت آن بودی که با منشور بطلق به میدان رسالت آخر زمانیان فرستادندی. باز این روایت در مورد حضرت علی هست در منابع شیعی. این عمر که شمعی از فضایل او شنیدی، چون این روایت می کند از سید ممالک و خواجه مصادق، آن مردی که قمر در خدمت او کمر بستی که اقتربت ساعت و انشق القمر، ساعت نزدیک شد و قمر شکافته شد. اول مرغی که در سحرگاه محبت نطق صدق زد او بود، پیش از همه شراب اتحاد نوشید و قبای استعداد پوشید. گنجینه اسرار الهی ماییم، بحر درر نامتناهی ماییم، بنشسته به تخت پادشاهی ماییم، بگرفته ز ما تاب ماهی ماییم. انشاءالله بقیهش رو در جلسه بعد ببینیم.